حرکتی مهدی پور با پای راست ارسال بلندی رو انجام میده، توپ از روی سر بازیکن عبور میکنه و دروازه باز میشه. مهداد محمدی گلزنی میکنه. استقلال تهران 1-0 از استقلال خوزستان پیش میفته. امضای مهداد محمدی پای سند هزارمین گل آبی‌های تهرانی در لیگ برتر خلیج فارس، و استقلال تهران به اولین تیم لیگ برتر تبدیل میشه که تونسته 1000 گل در این رقابت‌ها به ثمر برسونه. باز هم ضربات آزاد به کمک استقلال و جواد نکونام اومد، ارسالی که انجام میده اونجا مهدی مهدی‌پور، و این ضربه از مهداد محمدی دروازه رو باز میکنه. فعلا 3 امتیاز برای استقلالی های تهرانه. از نماهای مختلف تماشا میکنیم. زنگ ایمان سلیمی بلند روز به چشمی سر اول و زد فرصت، اینم گل دوم مهداد محمدی که دروازه رو باز میکنه. استقلال به بازی بر میگرده. استقلال دو هوادار دو. مهداد محمدی بازم برای تیمش گلزنی کرد تا اینطوری هواداراشون خوشحال باشن. بلندی که ایمان سلیمی انجام داد، سر اولی که زدن تو کوچه رسید به مهداد محمدی و با یه شوت محکم پای چپ یه بار دیگه هوادارا رو به وجد آورد در ورزشگاه آزاد. اینجا ضربه سر اول، ضربه سر دوم و سومی دیگه تبدیل به گل شد. کاری هم دیگه از دست دریا زقیقی بر نمیاد با این ضربه توپی که داشت شوت مهداد محمدی. تأثیر خوب آرمان رمضانی روی توپ، یه لقمه حاضر آماده برای مهداد محمدی و یه شوت روپای سنگین که چسبید به تور دروازه. همه بازی قبلی استقلال برده بود مقابل هوادار. مهداد محمدی همچنان خودش با پای چپ ضربه رو هم میزنه. شاید فقط منتظر بود که این جمله گفته بشه، چه چپی زد مهداد محمدی. یه شب رویایی حالا برای استقلالی ها رقم میخوره. اونا برگشتن به بازی، اونا بازی دویش باخته رو 3-2 کردن. یه شوت پای چپ عالی از مهداد محمدی، 3-2 برای استقلال. با این نتیجه دوباره 15 امتیازی میشه. این پاسی که رسید به مهداد محمدی آورد بیرون، سب کرد جلوش خالی شد و این چپ رو زد به سمت دروازه هوادار. چه از گلای قشنگ این فصل رو دیدیم با هم دیگه. فقط هم نگاه کرد تو علیرضا حقی. از چند نما می‌بینیم گل مهداد محمدی تو زیبایی کاری که انجام داد بیشتر مشخص بشه. حرکت می‌کنه، یه تغییر مسیر پشت محوطه جریمه، پاس برای رمضانی، موقعیت برای محمدی، ضربه پای چپ و توی دروازه. گل دوم برای استقلال به ثمر میرسه و باسم سکوها رو به هوا میبرن استقلالی‌ها. نتیجه 2-0 میشه به نفع تیم میزبان. ضربه پای چپی که با خود مدافع تغییر مسیر داد و رفت و درون دروازه رشید مظاهری قرار گرفت. خوشحالیش هم به این شکل نشون میده مهداد محمدی. صحبت‌های جواد نکونام با روز به چشمی، یک گل نمیتونست اندوخته مناسبی باشه و یک برتری شکننده بود برای استقلال. حالا با زدن این گل اونا حاشیه امنیت هم به وجود آوردن و با خیالی راحت تر کار دنبال خواهند کرد. ببینیم با هم در صحنه یاسی چه اتفاقی افتاد. حرکت آرش رضا با هم پاس در عرضش پشت محوطه جریمه، آرمان رمضانی که روی توپ از سر گذاشت، چوبگیری مهداد محمدی،
چند گام با توپ برداشت و این ضربه پای چپ که با بخو به مدافعان نساجی توپ تغییر مسیر داد و کاری هم از دستان رشید مظاهری بر نمیموند. به سمت راستش رفت ولی توپ از سمت چپ رشید مظاهری وارد دروازه نساجی شد. هر دو مدافع نساجی احسان حسینی و جان منشی تاثیرگذار بودن روی باز شدن بازیکنان نساجی در نیمه زمین استقلال. مالیشتی که برای اونا پایدار نیست و توپو گرفتن استقلالی ها میرن برای تقریه سه دهنده سه در مقابل سه. محمدی پا به توپ سمت چپ رمضانی در محمدی یه جریمه و گل سه بود. یه همکاری تیمی خوب روی یک سه حمله اونا از زمین خودشون حرکت رو آغاز کردن و موفق شدن توسط آرمان رمضانی گل سوم رو به ثمر برسونن. برای سومین بار مغلوب میشه در مقابل بازیکنان استقلال رشید مظاهری. خوشحالی هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی. اینجا خود مهداد محمدی بود که روی توپ اثرگذارش در ادامه توپ مال خودش کرد با سرعت حرکت کردن. چپ و راستش یامگا و رمضانی رو داشت، انتخابش آرمان رمضانی و ضربه پای راست آرمان رمضانی که رفت به گوشه دروازه نساجی نشست. توپ برای سومین بار دروازه نساجی باز شد و استقلال 3-0 پیش افتاد از حریف خودش. جلو هم رفت رشید مظاهری، زاویه رو تنگ کرد و بدنش هم بوسو شد ولی ضربهش اینقدر دقیق و جوندار بود آرمان رمضانی که نتونست مانع فروپاشی دروازه‌اش بشه. رشید مظاهری برای سومین بار. 65مین دقیقه جلالی نگاهش به محوطه جریمه هست، ارسال دیدنیش مرداد محمدی توپگیری رو انجام داده و گل رو هم به ثمر میرسونه. گل اول برای استقلال به دست میاد. مرداد محمدیه که بازی رو 1-0 کرده. دوباره جلالی بود که پاس گل میده برای استقلال. چقدر خوبه این مدافع چپ استقلال سید ابوالفضل جلالی و چقدر خوب بود کنترل و ضربه مرداد محمدی. خوشحالی نزد هواداره استقلال میاد. حالا اونها هستن که با برد دوباره میتونن به صدر جدول برگردن. مهداد محمدی پیام‌آور شادی بوده برای هواداره که تو ورزشگاه هستن و میلیون ها هواداری که از طریق گیرنده های خودشون بیننده این دیدار هستن. ببینید سانتر زیبای جلالی رو، تو دقیقا اومد جایی که محمدی حضور داشت. یه کنترل، یه ضربه دقیق به گوشه دروازه و علیرضا جعفرپوری که دید کافی رو نداشت مقابلش قرار گرفته بودن بازیکن‌های خودی و به همین راحتی دروازه شمس‌آذر باز شد تا استقلال 1-0 پیش بیافته. استقلال 1-0. از این نمای زیبا هم ببینیم ضربه‌ای که تو اصابتی هم داشت با مهدی محمدی و باعث شد راحت‌تر در اون دروازه قرار بگیره. 1-0 استقلال پیش افتاد. راحت‌تر خواهد شد ولی گل نشه شمس‌آذر میتونه بازی برگرده. مهداد محمدی میزنه ضربه‌اش رو و توپو تبدیل به گل میکنه. گل دوم برای استقلال باز هم مهداد محمدی. ستاره بیچون و چرای امشب مسابقه بوده این بازیکن. 2-0 به نفع استقلال. هر دو گل توسط مهداد محمدی زده شده. خوشحالی هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی رو در تصویر می‌بینیم. تیمشون با یه برد خوب داره به صدر جدول برمیگرده و این هم آقای هاشمی نسب که فشار زیادی رو امشب داره تحمل می‌کنه در غیاب آقای نکونام لب خط و جعفرپور که فریب خورد. زودتر از ضربه مرداد محمدی هم حرکت خودش رو انجام داد و این هم سعید دقیقی. و لحظه وقوع خطا و این هم پنالتیه مهداد محمدی. سبک خاصی هم رفت به سمت توپ و ضربه‌اش رو زر زده. فقط این دو تا بازیه که گل داره، بقیه بازی ها مساوی 0-0. پرسپولیس با مس رفسنجان با استقلال. حالا دیگه گل، حالا دیگه این بازی هم گل داره. گل برای استقلال. الان استقلال رفته صدر جدول. با توجه به نتیجه بازی پرسپولیس استقلالی ها الان قهرمانن فعلا تا اینجا.
صحنه گل رو نگاه کنید. بدین ترتیب استقلالی‌ها بعد از دوست حمله عالی که رفتن نتونستن گل بزنن، اینجا با این شوت برگشتش و در نهایت توپ به سمت دروازه و گلی که به ثمر میرسه. و مرتاد محمدی اینجاست که موفق میشه دروازه رو باز کنه. حرکت ماشاریپوف، ارسال به دروازه، ابتدا شوت از راه دور، دخالت بلانکو. اینجا نگاه کنید، دخالت بلانکو باعث شد تا توپ به محمدی برسه. با برخورد توپ به پای بازیکن پیکان، توپ به چارچوب دروازه پیکانی ها میچسبه و دروازه باز میشه. 1-0 برای استقلال. اعتقاد دارن که خطا شده اونجا. از این ور ضد حمله استقلال میره برای گل دوم. زد یا نه؟ بله، توی دروازه. باز هم مهداد محمدی توی دروازه. استقلال 2-0. بلانکو، محمدی، حامدی فر و چهره جواد نکونام را از دور میبینی. و دروازه‌بان جوان پیکان که ابتدای بازی خوب کار کرد، اما اینجا دو بار پشت سر هم در 2 دقیقه گل خورد. نگاه کنید، یه دریبل مهداد میزنه و بعد توی دروازه توپو جای میده. بلانکو هم بود، حتی میتونست به او پاس بده. دریبلش خیلی خوب بود و ضربه آرام و تمام کننده‌ای که مهداد محمدی میزنه نتیجه 2-0 میکنه. همه چیز در ورزشگاه پاس حکایت از این داره که استقلال فعلا صدر نشین لیگ شده و الان در ورزشگاه